بارسلونا مشغول بررسی جذب دوباره لیونل مسی. هشدار یوفا به پی اس جی، محرومیت در انتظارتان هست. شرط رئال برای خرید بازیکن جدید. نگرانی ژاوی، ابهام در ثبت قرارداد خرید جدید بارسا. واکنش سرمربی پی اس جی به اختلاف میان نیمار و امباپه. واکنش جالب باشگاه دورتموند به شایعات جذب رونالدو. واکنش سرمربی پی اس جی به اختلاف میان نیمار و امباپه. کریستوف گالتی از سرمربی پاری سن ژرمن در مورد اختلاف بین نیمار و امباپه صحبت کرد و به هواداران اطمینان داد که چیزی ناراحت کننده ای وجود ندارد. نیمار جونیور و کرین امباپه در جریان بازی گذشته پی اس جی مقابل مونپلی در لیگ یک بر سر ضربه پنالتی با یکدیگر اختلاف پیدا کردند. با این وجود این دو مهاجم برای بازگشت به میدان برای بازی روز یکشنبه آماده می شوند. هواداران همچنان نگرانند که در بازی بعدی شاید صحنه های درگیری این دو بازیکن نباشند. در همین حال کریستوف گالتی از سرمربی پاریسی ها گفته است که تنش بین این دو وجود ندارد و اوضاع در رختکن تیم عادی است. گالتیا در نشست خبری قبل از مصاف با لیل در این مورد گفت: هیچ ناراحتی وجود ندارد. ما با صورت همدیگر را دیدیم تا همه اختلافات را حل کنیم و به همه بگوییم که بین خودمان صفا و صمیمیت باشد. صمیمانه به شما میگویم که هفته بسیار خوبی را برای بازی مقابل لیل سپری کردیم. اختلافات یک روز بعد از بازی ناپدید شد. نگرانی ژاوی، ابهام در ثبت قرارداد خرید جدید بارسا. ژول کونده تنها در صورتی می تواند مجوز بازی برابر رئال سوسیداد را کسب کند که تا یک شنبه حداقل دو بازیکن از بارسلونا بروند. ژاوی به شدت نگران این موضوع است. ژاوی این روزها منتظر تماس متی آلمانی است تا به او خبر ثبت قرارداد ژول کونده را بدهد، اما فعلا احتمال رخ دادن چنین اتفاق بعید است. تنها دو روز به بازی بارسلونا و رئال سوسیداد باقی مانده و هنوز قرارداد ژول کونده در لالیگا ثبت نشده است. بارسا پس از فعال کردن چهارم محرمی مالی توانست قرارداد تمامی خریدهای خود به غیر از کنده را ثبت کند، اما مدافع فرانسوی که چند پیش از سویا به بارسا پیوست هنوز مجوز بازی برای این باشگاه را ندارد. او بازی هفته نخست برابر رای وایکانو را به همین دلیل از دست داد. لالیگا دیگر با بارسلونا اجازه فعال کردن احرام مالی جدید را نمیدهد و باشگاه کاتالان تنها با فروش بازیکن یا کاهش دستمزد کاپیتانهایش میتواند قرارداد کنده را ثبت کند. ششم امید بارسا حالا به انتقال ممفیس دپای و پیر امریک اوبامیانگ هست. مهاجم هلندی احتمالاً تا 48 ساعت آینده به عنوان بازیکن آزاد راهی یوونتوس خواهد شد، اما حتی این انتقال هم به بارسا کمکی نخواهد کرد و باید اوبامیانگ نیز به چلسی منتقل شود. رسمی، کاسمیرو به منچستر یونایتد پیوست. با تایید باشگاه رئال مادرید، کاسمیرو به باشگاه منچستر یونایتد پیوسته و به زودی قرارداد خودش را با این باشگاه امضا خواهد کرد. باشگاه منچستر یونایتد تایید کرد که با رئال مادرید برای انتقال کاسمیرو هافبک برزیلی به توافق رسیده است. این باشگاه بعد از ظهر گذشته این خبر را منتشر کرد و در سایت خود نوشت: همه ما مشتاقانه منتظر استقبال از کاسمیرو در اولترافورد هستیم. ستاره برزیلی با منچستر یونایتد قرارداد 4 ساله خواهد بست و تا سال 2026 با شیاطین سرخ متحد خواهد ماند. انتقال کاسمیرو به یونایتد در ازای 70 میلیون یورو انجام شده و این بازیکن ششمین خرید گران قیمت شیاطین سرخ لقب گرفته است. این بازیکن در سال 2013 به رئال مادرید پیوست و در این مدت درخشش بی‌نظیری داشت و توانست در کنار مودریچ و کروس 5 بار قهرمان چمپیونز لیگ شود. هشدار یوفا به پی اس جی، محرومیت در انتظارتان هست. اتحادیه فوتبال اروپا یوفا به باشگاه پاری سن ژرمن هشدار داده در صورتی که صورت مالیشان را با قوانین فیر پلی مالی تطبیق ندهد جریمه خواهد شد. پاری سن ژرمن یک از باشگاهایی است که به دلیل برخوردار از سمت دولت قطر همواره حضور فعال در بازار نقل و انتقالات دارد و همین مسئله باعث شده تا کنون چندین بار توسط یوفا جریمه شود. اکنون نشریه فرانسوی اکیب گزارش داده که این باشگاه در هر یک از 3 سال گذشته 30 میلیون یورو کسری در صورتهای مالیاش داشته است و یوفا از این باشگاه خواسته تا در سال آینده این کمبود را جبران کند. به نظر می رسد این بار یوفا قصد دارد علاوه بر جریمه مالی، محرومیت ورزشی هم برای باشگاه پاریسی در نظر بگیرد. بر اساس
سیستم کنترل جدیدی یوفا باشگاه‌هایی که نتوان کسری صورت‌های مالی را جبران کنند با محرومیت روبرو خواهند شد. نکته قابل توجه در مورد وضعیت پی اس جی این است که ناصر الخلیفی رئیس این باشگاه رئیس اتحادیه باشگاه‌های اروپایی نیز هست و در چنین شرایط باشگاه پاریس سن ژرمن با چنین تهدیدی روبرو شده است. واکنش جالب باشگاه دورتموند به شایعات جذب رونالدو. رئیس باشگاه آلمانی بوروسیا دورتموند نسبت به خرید فوق ستاره پرتغالی واکنش جالب نشان داد. آینده کریستیانو رونالدو ستاره پرتغالی منچستر یونایتد روی هواست و در حالی که پامات ادامه دارند ایجنت های مختلف و رسانه ها تلاش می کنند که شایعاتی را پیرامون این ستاره داغ کنند. روز گذشته رسانه ها گزارش دادند که خورخه مندس مدیر برنامه رونالدو موکلش را به باشگاه دورتموند عرضه کرده است. این خبر در حالی منتشر شده که رونالدو با تازگی اعلام کرد. بخش زیاد از اخباری که اخیراً در موردش منتشر شده دروغ بوده و بعضی در مورد آنها افشاگری خواهد کرد. در تازه ترین مورد باشگاه آلمانی به این شایعات واکنش نشان داد. هانس یواخیم واتسکه مدیر عامل باشگاه دورتموند در نشست خبری در پیوند به این شایعات از احتمال جذب رونالدو واکنش جالبی داشت و اظهار داشت او یک از بزرگترین بازیکنان است که در تاریخ فوتبال وجود دارد، اما هیچ تماس بین ما رد و بدل نشده است. من عاشق رونالدو هستم. مطمئناً دیدن بازی کریستیانو رونالدو در سیگنال و پارک ایده جذاب است. بنابراین شما باید صحبت در مورد او را متوقف کنید. شرط رئال برای خرید بازیکن جدید. با وجود جدای کاسمیرو رئال مادرید بازیکن جدید نخواهد خرید و تنها در صورت جدای آسنسیو برای جذب مهاجم اقدام خواهد کرد. کاسمیرو هافبک برزیلی و جنگنده رئال مادرید که بازیکن غیر قابل فروش به نظر می‌رسید، روز گذشته رسما به منچستر یونایتد پیوست و این تیم یک از مهمترین ستارهایش را از دست داد. با توجه به جدای این بازیکن به نظر می‌رسد که سران رئال مادرید اقدام به خرید بازیکن جدید نمایند و پول حاصل از فروش ستاره برزیلی را هزینه خرید یک مهاجم مطرح کنند. مارکا میگوید که سران رئال مادرید بر موضع خودشان که همان عدم جذب بازیکن در پنجره نقل و انتقالات جاری تاکید دارند و جانشینی برای کاسمیرو جذب نخواهند کرد. این نشریه اسپانیایی مدعی است که اگر مارکو آسنسیو از رئال جدا شود، در آن صورت احتمال خرید مهاجم متصور هست و ممکن است پرز دست به جیب شود و بازیکن جدید بخرد. این تصمیم رئال به دلیل اینکه سهمیه های غیر اروپایی تکمیل هست و تا زمستان این مشکل حل نخواهد شد اتخاذ شده و در حال حاضر چاره برای آن وجود ندارد. رئال در پنجره نقل و انتقالات زمستانی و پس از جام جهانی 2022 قطر اقدام به خرید بازیکن خواهد کرد. بارسلونا مشغول بررسی جذب دوباره لیونل مسی. فوق ستاره آرژانتینی به احتمال خیلی زیاد در پایان قرارداد خود با پی اس جی به بارسلونا باز می‌گردد. باشگاه بارسلونا قصد دارد لیونل مسی را به نوکم بازگرداند. باشگاه کاتالونی که سال گذشته به دلیل مشکلات مالی مجبور به خداحافظی با فوق ستاره آرژانتینی شد، اکنون می‌خواهد اسطوره خود را دوباره به خدمت بگیرد. نشریه اسپورت نوشت که سران بارسا می‌خواهند هر چه سریعتر مسی را برگردانند و ژاوی هم موافق این انتقال هست. با این حال باید از بارسا پیش از جام جهانی پیشنهادی بدهد و البته علامت سوال بزرگ در خصوص چگونگی پرداخت دستمزد 600 هزار پوندی مسی خواهد بود. بارسلونا همین حالا به خاطر سختگیری لالیگا در خصوص دستمزدها شدیداً تحت فشار هستند و پرداخت دستمزد مسی در شرایطی که نفرات چون پیکه و بوسکس در تابستان دستمزدشان را کاهش دادند کار سختی خواهد بود. البته هنوز کسی اطلاعی از نظر لیونل مسی نسبت به بازگشت ندارد، اما بارسلونا مشتاق است که خیلی زود او را به خانه بیاورد. قرارداد مسی با پاریس سن ژرمن تابستان آینده به پایان میرسد و بنابراین بارسلونا میتواند در ژانویه برای انتقال رایگان او مذاکره کنند.